امروز یک صفت داریم، اینجا اشتباه نوشته شده فعل year long. year long یک صفته، year long این خط تیره هم داره، lasting for a year چیزی که به مدت یک سال طول بکشه، year long. خب دیگه دو سال باشه نمیگن two years long، شاید هم بگن من نشنم year long، ولی معمولا کاری که یک ساله باشه معمولا. ببین the course is a standard year long introduction to western civilization، میگه این کورسی که هست، کورس آموزشی که هست، یک معرفی استاندارد یک ساله است به تمدن غرب. خب is a standard year long introduction. introduction یعنی معرفی، introduce yourself خودتو معرفی کن، introduction یعنی معرفی، یک دوره استاندارد یک ساله است به تمدن غرب. a year long campaign program study، یک کمپین یک ساله، برنامه یک ساله، یک مطالعه یک ساله، یک تحقیق یک ساله، a year long. خب پس اینجا year long به معنی چیزی که مدت یک سال طول بکشه. معمولا اینا رو برای کجا استفاده میکنه؟ آقا مثلا میخوای بگی من یک کورسی رفتم واسه پریمیر یک ساله بود، I took a year long course، مثلا من یک کورس یک ساله برداشتم. خب a year long course یعنی که یک کورس به مدت یک سال طول کشید. لغتی که امروز داریم یک فعله، engage to interest someone in something and keep them thinking about it، یعنی یه نفر رو علاقمند کنی به یه چیزی و باعث بشی هی بهش فکر کنه. ببین the debate about food safety has engaged the whole nation. خب میگه که اون جر و بحث یا اون بحث در رابطه با امنیت غذایی has engaged the whole nation، کل کشور رو، کل ملیت رو درگیر کرده بود. engaging someone، try to engage them یعنی سعی کنی یک نفر رو درگیر یه قضیه کنی. خب حتی engage میشه نحوه برخورد با یه چیزی، مثلا میخوای بگی how do you wanna engage that، چجوری میخوای با اون برخورد کنی. try not to engage، مثلا تو بازی ها یه فایتیه، میخوام بگم آقا فایت رو engage نکن، یعنی که درگیر نکن خودتو، do not engage. خب اینجا هم engage میتونی یک نفر رو جذب کردن باشه یا نحوه خودت یا جذب شدن خودت به یک موضوع باشه. خب ببین if a book doesn't engage my interest in the first few pages I don't usually continue reading it، میگه اگه یه کتاب نتونه توجه من رو تو چند صفحه اولش به خودش جلب کنه، علاقه من رو جلب کنه، من معمولا ادامه نمیدم خوندنشو. یا مثلا تو میگی this book didn't engage me at all، این کتاب اصلا منو انگیج نکرد. یا تو میگی I'm not engaged یعنی که جذب نشدم. خب همه جوری میشه با این کلمه بازی کرد، engage یعنی درگیر شدن با یه چیزی که چیزی رو جذب کردن. خب پس مثالایی هم که داشتیم به همین معنی بود.